سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پیش از ظهر امروز در جمع فرماندهان سپاه و بسیج استان مازندران گفت خواسته ها و مطالبات واقعی ملت ایران در جریان رأی به رئیس جمهور منتخب تجلی پیدا کرد و حقیقت ماجرا شکلگیری فضای جدید سیاسی در جغرافیای ایران اسلامی بود. جعفری همچنین تاکید کرد که رأی مردم ایران به احمدی نژاد نشانگر شکل مشخص مخالفت با فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی بوده است. وی با انتقاد تلویحی از سیاست‌های اجرایی دولت‌های هاشمی و خاتمی گفت بی‌توجهی‌های اتفاق افتاده نسبت به اصول و ارزش‌های اسلام و انقلاب در سال‌های پس از جنگ همگی از عوامل مهمی است که موجب ایجاد زمینه‌هایی برای سوء استفاده دشمنان شده است و مخالفت با آرا و رویکردهای مردم توسط بعضی از افراد در این راستا قابل ارزشیابی است. وی با اشاره به درخواست تجدید انتخابات توسط رقبای احمدی نژاد ریشه این تقاضا را طراحی شده در خارج از ایران دانست و گفت ماجرای ایجاد شبهه در انتخابات اجرای دستورالعمل‌هایی بود که در لابراتوارهای جاسوسی و ضد انقلابی در خارج از کشور طراحی شده بود و عده‌ای هم در داخل کشور اجرای آن را بر عهده داشتند. مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از لاریجانی خواست تا جلسه‌ای با حضور سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و دادستان کل کشور تشکیل شود تا وی مستندات خود در مورد شکنجه و آزار جنسی بازداشت‌شدگان را ارائه دهد. کروبی در این نامه با اشاره به نامه خود به هاشمی نوشت که واکنش‌های تند به نامه اش مشخص کرد چیزهایی وجود دارد که برخی ها میخواهند آن را با هیاهو مخفی نگه دارند. کروبی با انتقاد از مواضع اعمه جمعه و صدا و سیما در قبال نامه خود به هاشمی و درخواست اجرای حد و مجازات در قبال این اقدام به لاریجانی نوشت علاوه بر افراد یاد شده اگر مصلحت دانستید نماینده ای از کمیته حقیقت‌یاب مجلس محترم نیز در این جلسه حاضر شوند تا در حضور آنان بنده مطالب و مستندات خود را حضوراً راجع به موضوع آزار جنسی در برخی از بازداشتگاه‌ها به عرض برسانم تا با استماع مطلب مستند من توسط عزیزان مسئول معلوم شود آیا من به هتک حرمت و آبروریزی نظام اسلامی پرداختم یا آنان که از تریبون مقدس نماز جمعه مسئولین قضایی و امنیتی را به برخورد بیرحمانه نسبت به مردم معترض فرا می‌خوانند. ساعت 16 پایان وقت اداری چهارشنبه 28 مرداد آخرین مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی وزرای کابینه جدیدش به مجلس بود، اما به گزارش خانه ملت خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی احمدی نژاد تا پایان وقت اداری امروز فهرست کابینه خود را به مجلس ارائه نداده است. در همین زمینه محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که ساعت 15:30 به وقت تهران در سایت خانه ملت منتشر شد در خصوص نامه رئیس جمهور جهت معرفی وزرای کابینه دولت دهم گفت که این نامه هنوز به مجلس تقدیم نشده است. خبرگزاری مهر نیز با انتشار گزارشی ویژه اعلام کرد علی‌رغم پایان یافتن 2 هفته مهلت قانونی رئیس جمهور برای ارائه فرست پیشنهادی اعضای کابینه دهم این فرست تا پایان وقت اداری امروز به رئیس مجلس تقدیم نشده است. در همین زمینه سایت رسمی دفتر ریاست جمهوری و سایت رسمی محمود احمدی نژاد نیز هیچ خبری در خصوص ارسال نامه معرفی وزرا تا پایان وقت اداری امروز به مجلس شورای اسلامی منتشر نکردند. خبرگزاری مهر در خبری دیگر اعلام کرده است که تا پایان وقت اداری امروز تنها 18 وزیر به مجلس معرفی شدند و اسامی وزیران دفاع، دادگستری و بازرگانی هنوز به مجلس ارائه نشده است. سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری ایران نیز اعلام کرد که گفتگوی امروز مستقیم رئیس جمهور با مردم که قرار بود در آن احمدی نژاد وضعیت کابینه دولت دهم را برای مردم تشریح کند به علت تراکم برنامه‌ها به فردا پنجشنبه پس از بخش خبری 21 شبکه اول موکول شده است. احمدی نژاد پیش از این اسامی 6 تن از وزرای خود را نیز از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مردم و اعضای مجلس اعلام کرده بود. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون washington.com